به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال اینفو خوش آمدید. وزارت های دفاع و داخله آمادگی ها برای سرکوب مخالفین مسلح اتخاذ شده است. چینل را سابسکرایب نموده و زنگ آگاهی را فشار دهید. در آستانه فرارسیدن فصل بهار، وزارت های دفاع و داخله افغانستان به هدف سرکوب مخالفان مسلح و جلوگیری از حملات تروریستی در کشور از آمادگی های کامل خبر می دهد. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز شنبه 18 حوت به رادیو آزادی گفت که نیروهای دفاعی افغانستان آمادگی دارند که با شجاعت کامل از خاک و مردمشان دفاع کنند. وای می گوید با آمدن بهار یا سال نو خورشیدی ما به گونه کامل آمادگی داریم و با تمام قوت از خاک افغانستان دفاع میکنیم و به مبارزه علیه تروریستان ادامه میدهیم. حالا هم به مردم اطمینان میدهیم که به همکاری شما نیروهای امنیتی و دفاعی کشور این توان را دارند که امنیتتان را بگیرند و برای شما زندگی بهتر را فراهم سازد. این در حالی است که با آمدن فصل بهار در هر سال جنگ در افغانستان شدت بیشتر گرفته و نیروهای امنیتی و مردم با تهدیدات روبرو میگردند. از سوی دیگر حمله های اخیر در کابل و ننگرهار که برای ده ها تن در آنها تلفات وارد گردید نگرانی ها را به همراه داشته است. بروز پنجشنبه هفته گذشته در اثر حملات راکتی بر مراسم یادبود از کشته شدن عبدالعلی مزاری در کابل 11 تن کشته و 95 تن دیگر زخم برداشتند. همچنان در نزدیکی میدان هوایی ننگرهار در حمله 5 مخالف مسلح بالای شرکت EBE 11 کارمند این شرکت کشته شدند. مسئولیت این دو عمل را گروه معصوم به دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. اما وزارت داخله افغانستان میگوید که حمله خونین اخیر در شهر کابل توسط گروه طالبان انجام شده است. با این همه نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت که گروه های تروریستی در تناسب به گذشته کمتر شده و در جریان عملیات بهاری بیشتر سرکوب خواهند شد. وایگو ما به حملات تهاجمی خود به همین شدت ادامه می دهیم. دشمن در تمام افغانستان تضعیف شده است. رهبرانشان هر روز کشته می شوند. در عملیات بهاری هم ساحاتی را که ارگان های کشفی ما از قبل بالای آن کار کردند در آنجا عملیات ها آغاز می شود. ما به شما و از طریق شما به مردم افغانستان اطمینان می دهیم که در بهار دشمن دیگر هم تضعیف خواهد شد و در وضعیت امنیتی بهبود به وجود خواهد آمد. آقای رحیمی گفت که وزارت داخله برای جلوگیری از رویدادهای تروریستی پلانهای خاص را روی دست دارد که با عملی شدن آن از بسیاری حملات جلوگیری می شود. تشکر از توجهتان. تا ویدیوی دیگر خداوند یار و مددگارتان.